خانم ها آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. در ابتدا سپاسگزارم همیهنان گرامی از ابراز محبت همه شمایی که به برنامه های من توجه میکنید و نظرات خودتون رو چه موافق و چه مخالف در مورد برنامه های من ابراز میکنید. سپاسگزارم حتی از اون کسانی که فحاشی میکنن به برنامه های من، چه اراذل اوباش که در داخل ایران مأموریت دارن همه روزه و در همه ساعات به من فحش بدن و با ادبیاتی که در شأن خودشون و خانوادهشون و رژیمشونه من رو مورد لطف قرار بدن، و چه کسانی که در لباس اپوزیسیون در خارج از کشور، اگر چنانچه من اشاراتی دارم بعضی وقتا در برنامه هام نسبت به عقاید دیگران، چون من به تصدیق همه شمایی که به برنامه های من توجه دارید سعی میکنم که نوک پیکان حملات خودم رو متوجه رژیمی بکنم که مملکت ما رو به ورطه سقوط کشونده. من وظیفه میهنی اصلی خودم رو در مبارزه با اون رژیم میبینم، و اگر چنان که هر جایی قرار بشه که راجب مسائل دیگری هم صحبت بکنم، بدون اینکه توجه بکنم پشت این اظهارات من شانتاج و فحاشی و تهمت زدنهای شخصی ممکنه پیش بیاد، برای من علی‌السبیه همیهنان گرامی، من فقط به اون دوستان یا دشمنان یا دیگر اندیشانی که تصورشون اینه همه باید در قالب‌های فکری اونها فکر بکنن و درست مثل آدم‌های کوکی دوباره ما رو در یک مسیر کانالیزه بکنن، عرض می‌کنم که در این مورد کور خوندن. ما همه ما که به غربت اجباری آمدیم، در درجه اول این آزادی رو باید داشته باشیم در خارج از کشور که راجع به میهنمون، راجع به گذشته میهنمون، راجع به حال و راجع به آینده اظهار نظر بکنیم. بنابراین اون آدمی که میشینه و برنامه‌ها رو نگاه میکنه حداقل باید بعد از 33 سال یا 25 سال یا 20 سال یا 15 سال که در خارج آمده این درایت و شعور رو داشته باشه که همه نمیتونن مثل اون فکر بکنن، بلکه هر کس برای خودش یه نظری داره و در بیان نظراتش باید آزاد باشه. ما نیومدیم اینجا که دوباره از دست اون اراذل اوباش نجات پیدا کنیم و اینجا به خودمون اجازه بدیم که حداقل این آزادی رو داریم که حرف بزنیم و بعد خودمون رو سانسور کنیم که نبادا اون دیگرانی که در لباس اپوزیسیون هستن از صحبت‌های ما دلگیر بشن و به ما تهمت بزنن، فحاشی بکنن، برخورد شخصی بکنن. بنابراین من همیهنان گرامی این وظیفه وجدانی و دینی نه از نظر مذهبی میگم، دینی که به عهده دارم، دین رو تصحیح میکنم، دین این رو برای خودم قائلم که در حدود اون چهار دیواری وظایفم نکاتی رو مطرح بکنم که اگر به درد نسل جوان ما بخوره یه تجربه کوچکی در حد برنامه خودم و در حد شعورم با اونها منتقل کنم و اونها رو حداقل به این مسائل آشنا بکنم و روشن بکنم. بنابراین من خودم رو آماده کردم برای هر نوع برخوردی، ولی عرض کردم خدمتتون سپاسگزارم از همه اون آدمایی که چه موافق و چه مخالف با هر زبانی که مربوط به ادبیات خودشونه راجع به برنامه من اظهار نظر میکنن. اما همیهنان گرامی،
معمول بوده در رژیم جمهوری اسلامی در زمانی که انتخابات ها به قول ارازلوباش انتخابات ها یا میگن که تظاهرات ها، حالا من نمیدونم این ها رو برای چی مصرف میکنن اینجا، وقتی که میخواست انجام بشه در این رژیم اوباش و ارازل یه مقداری گشایش ایجاد میشد. زندانیانی که در زندانها بودن سعی میکردن اینا رو آزاد بکنن، فضا رو یه کمی بازتر، حقای آخوندی روزخانی، فضا رو بازتر بکنن، یه خورده روزنامه هایی که توقیف کرده بودن با اون دلایل آخوندی خودشون اینا رو آزاد میکردن، بعضی هاشون به روزنامه های جدید اجازه انتشار میدادن و سعی میکردن محیط رو باز کنن، مردم رو دوباره گول بزنن. اون زمان البته اصلاحاتچیام پا به پای آقایون برای داغ کردن تنور انتخابات میافتادن وسط، که بله مردم باید در انتخابات شرکت، بعدم هزاران مسائل برای شما میآوردن. همین دوستانی که الان در خارج از کشور نقش اپوزیسیون رژیم رو بازی میکنن و در بیشتر جنایات رژیم، نه همشون البته، سهم داشتن، بنیانگذار و پایه‌گذار بسیاری از دستگاه‌های تفتیش عقاید در میهن ما بودن که من هر بار دیگه نمیخوام اسمشون رو ببرم، و الان هم آمدن در خارج از کشور با امکانات بهتری که غرب در اختیار اینها گذاشته، به این امید که چون اینا به مسائل رژیم بیشتر آشنا هستن بنابراین آلترناتیو بعدی رژیم میتونن اینا باشن و با خسارات کمتری برای غرب، نه برای ملت ایران. خب اینا نمونه دارن دیگه، در لیبی، در تونس. امشب یه مقاله میخوندم از آقای شکنجهگر معروف حسین شریعت‌مداری در مورد آقای الغنوشی رهبر النهضه تونس، که قبلا همونطوری که در برنامه قبلی خدمتون گفتم چندین بار ایشون به ایران سفر کرده بود، امام مقوایی ره رو یکی از رهبران درجه اول بیداری مسلمین میدانست، از خان گسترده رژیم جمهوری اسلامی برخوردار بود، تشکیلاتی در لندن به وجود آورده بود و تعریف میکرد مرتب از خمینی، از دار و دسته او و از جمهوری اسلامی، و بارها و بارها هم گفته بود که دشمن درجه یک ما به قول امام خمینی ره یا امام مقوایی اضافه بکنم، مخالفت و دشمنی با شیطان بزرگ آمریکا و دولت صهیونیستی اسرائیل. اینا رو آقای الغنوشی نه یک بار، صدها بار گفت. ولی به محض اینکه تغییراتی در تونس به وجود آمد و آقای بن علی فرار رو برقرار ترجیح داد و از تونس فرار کرد، رفت به عربستان سعودی و ایشون دید که در دو قدمی به دست گرفتن قدرت هست و خب تجربه ایران هم داشت و میدونست که خب اولا مردم تونس نسبت به سایر کشورهای عربی خیلی روشنفکر هستن، یک کشور کوچکیه با امکانات مالی بسیار کم، نه نفتی داره نه گازی داره، فقط یه منابع توریستی داره، در دریای مدیترانه است. خدمتتون عرض کردم من یکی دو بار به اونجا رفتم، در جربا، اون الف لامش خواستم مصرف کنم نتونستم، در جربا یه جزیره توریستی بسیار زیبا که آقای بن علی درست کرده بود و خود تونس پایتختش، و مردم بسیار روشنفکر، زبان تقریبا اول روشنفکرانش فرانسویه، بسیاری از تونسی‌ها در فرانسه استادن، نمیدونم برعکس الجزایری که اکثرا کارگرن، تونسی‌ها توانستن خودشون رو بکشن بالا برعکس مراکشی‌ها و لیبیایی هم نه و الجزایری. بنابراین آقای الغنوشی تشخیص داد که در چند قدمی قدرت یوهو تمام اون شعارهای ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی رو فراموش کرد و آمد گفتش که ما طبق قوانین جاری در تونس، درست قانون اساسی رو تغییراتی توش دادیم
و دستگاه‌های کنترل دولتی رو شدیدتر کردیم برای اینکه دیکتاتوری دوباره مثل بن علی به وجود نیاد و اواخر بورقیبه. اینی که طبق این قانون ما دشمنی با اسرائیل و آمریکا نداریم. و این جالبه، این آدمی که اسمش جزو لیست کسانی بود که به آمریکا اجازه نداشت بیاد، ناگهان از طرف مجامع آمریکایی دعوت شد که به آمریکا بیاد. یکی دو تا از جمهوری خواهم اعتراض کردن، البته آبکی، ایشون آمد به آمریکا و بازدیدهایی کرد در اینجا و خیلی شادمان و شنگول برگشت به تونس. و الان در موازه‌ای که میگیره اصلا اون آقای القنوشی گذشته وجود نداره. یک مسلمان بسیار لیبرال سکولار که میگه شرط اولیه ما برای انقلاب به ثمر رسیده تونس آزادی همه سازمان‌های سیاسی با تفکرات گوناگون. و میدونید که رئیس جمهور تونس هم کسی انتخاب کرده که یک آدم کاملا سکولار و وابسته به مسلمان‌ها نیست. حالا آقای حسین شریعت‌مداری شکنجه‌گر معروف که در لباس روزنامه نگار و نماینده روزخان بزرگ در کیهان مصادره شده تهران سردبیریشو میکنه، روزها به شغل شریف شکنجه‌گری و آزار مردم مشغوله و شبا مقاله نویسی میکنه، مثل همه شغلایی که در جمهوری اسلامی شما برای رسیدن به قدرت باید طی بکنید. مثل آقای احمدی نژاد، آقای رحیم شاهی، آقای هاشمی ثمره و بسیاری از این اراذل اوباش قبلا شکنجه‌گر بودن، تیر خلاص زن بودن. اینا رو دیگه ما نگفتیم، خودشون گفتن. حالا داره میاد بیرون، عرض میکنم. و اومدن رئیس جمهور شدن، معاون اول رئیس جمهور شدن، مشاور رئیس جمهور شدن، رئیس مجلس شدن، رئیس قوه قضاییه شدن، فرمانده بسیج شدن، فرمانده سپاه پاسداران شدن، رئیس بنیاد مستضعفین شدن و از این شغلا. شما در جمهوری اسلامی باید اینطوری شغل بگیرید. یا رئیس دفتر مقام معظم رهبری، رئیس روزخانه‌ها، آقای محمدی گلپایگانی، به شکنجه‌گر آخوند حاکم شرع که حالا فرمایشاتشون هم براتون میخونم. حالا آقای حسین شریعت‌مداری ناگهان آمده میبینه این آدمی که انقدر ازش تعریف میکردن، آقای القنوشی رئیس حزب نهضت تونس، ناگهان تو زرد در اومد. حالا دیگه نه اسمی از امام خمینی میبره، از امام مقوایی، نه از مقام رهبری رئیس روزخانه‌ها، و نه راجع به جمهوری مقدس اسلامی که سرمشق همه مسلمانان جهان بود، پولا رو گرفت گذاشت جیبش و حالا اومده تو تونس تغییر روش داده. مثل اخوان المسلمین در مصر نماینده میفرستن در اسرائیل، با مقامات اسرائیلی مذاکره میکنن و میگن ما تمام قراردادهایی که بین مصر و سایر کشورها بسته شده محترم میشوریم. یا در لیبی آقایونی که از دوستان القاعده بودن حالا قدرت رو در لیبی در دست گرفتن، همونطور که دکتر دانش به درستی چندین بار اشاره کرد، حالا اکثرا از رفقای کشورهای غربی هستن، با کمک ناتو قذافی رو تو سوراخ گیر میارن میکشن بیرون. چطوری هواپیماهای ناتو اینها رو تو منجنه میذارن که تعقیب میکنن، حتی تو سوراخ هم طرف رو میکشن بیرون چون راه پس و پیش نداره، در حالی که کار ناتو در لیبی این نبود که جای قذافی رو نشون بده و بر علیه قذافی نمیدونم بمباران بکنه. وظیفه اینا این بود که در آسمان لیبی جلوی فعالیت هواپیماهای قذافی رو بگیرن تا مردم بیگناه لیبی رو بمباران نکنه. ولی اصلا از این مراحل گذشت. بعدن معلوم شد که این آقایون طرفدار سابق القاعده دارن پشت پرده صحبتاشون رو کردن و الان تبدیل شدن به لیبرال هایی که خیلی از قراردادهای غربی رو به امضا رسوندن، نفت رو کاملا در اختیار شرکت های فرانسوی، چون
قبلا در زمان قذافی در اختیار ایتالیایی ها بود، در اختیار انگلیس ها و فرانسوی ها و آلمانی ها و آمریکایی ها و اینا گذاشتن. من نمیخوام توهم به وجود بیارم و توهم توته اینا رو نمیخوام بگم، ولی میخوام بگم الان در شرایط منطقه این کلاه گشاد و اینا سر اون خوشبینانی گذاشتن که بهار عربی رو کردن بیداری اسلامی، و پوز این بیداری اسلامی رو همین رئیس روزخانه همین جمعه هفته گذشته داد که بله ما و ملت فلسطین تنها بودیم، الان پشت پیدا کردیم. و این بوغای تبلیغاتیشون هم مرتب دارن این موضوع رو تکرار میکنن که تموم شد دوران بی پشتیبانی ما، ما حالا کشورهای مسلمان تازه به آزادی رسیده رو داریم. و همه اینا همینطور چشم دوختن به مقام معظم رهبری در ایران و این بهشتی که امام مقوایی و رئیس روزخانه ها برای مردم ایران به وجود آوردن. حیف آخه، حیف فقط این مردم 75 میلیون ایرانی از این موهبت ها استفاده کنن و کشورهای عربی و مسلمان در فقر و بیچارگی و بدبختی زندگی کنن و نتونن این بهشتی که امام مقوایی ره و رئیس روزخانها و اوباش دوره برش به وجود آوردن اینا استفاده نکنن. حالا این آقای حسین شریعت مداری، این جالبه، اینو میخواستم بگم، در مقالاتی که به نفع آقای به نفع این انقلاب های منطقه نوشته، برداشته صحبت های 3 سال پیش آقای الغنوشی رو الان جا زده به عنوان نظرات ایشون در تایید فرمایشات مقام رئیس روزخانه، که یقش رو همین روزنامه ایران گرفتن که آقا این حرفا که تو زدی، این ترجمه ای که از بیانات آقای الغنوشی کردی، این که مربوط به 3 سال قبله، الان ایشون این حرفا رو نمیزنه. برین مراجعه بکنید به رجا نیوز ببینید چجوری دست آقا رو باز کرده. و پارسینه نوشتن آقا که این حرفا هست، ایشون اصلا یه حرفای دیگه میزنه، زده زیر کلاه جمهوری اسلامی. حالا منظورم اینه، دروغ، دروغ پردازی. داشتم با دکتر دانش صحبت میکردم الان، نوشتن در 85 شهر و ایالت آمریکا و شهرک ها مردم آمریکا ناگهان به خروش آمدن برای دفاع از انقلاب ایران و تظاهرات بر علیه جنگ طلبان. این دو تا موضوعه. زمانی که آمریکا و متفقین می‌خواستن همیهنانی گرامی حمله کنن به عراق، سر تا سر اروپا، من که در آلمان بودم با دکتر دانش میدونم، طرفداران صلح، نه کمونیست بودن نه چپ بودن، همه نوع قشر آدمی بودن، از دموکرات مسیحی‌های دست راستی، لیبرال‌های دموکرات آزاد، سوسیالیست‌های طرفدار تز کمونیستی حزب چپ، سوسیال دموکرات‌ها، سندیکاها، طرفداران کلیسای پروتستان و کاتولیک ها اعلام کردند که هر کس مخالف جنگ عراق است پشت پنجره منزلش شمع روشن کنه و مخالفت خودش رو اعلام کنه. میلیون ها نفر آلمانی مخالفت کردند. برای همین بود آقای شرودر صدر اعظم اون زمان آلمان و حزب سبز ها و سوسیال دموکرات ها، آقای فیشر وزیر خارجه، همه اینا ضد جنگ بودن، طوری که آقای بوش عصبی بود از دست اینا و میگفت فرانسوی‌ها، فرانسه هم اینطور بود، فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها ما رو تنها گذاشتن در این جنگ. بنابراین در اروپا و آمریکا عده زیادی هم اکنون هم وجود دارن که نه به خاطر جمهوری اسلامی بلکه در مخالفت با جنگ، هر نوع جنگی. این جنگ میتونه در ویتنام باشه، این جنگ میتونه در عراق باشه، این جنگ میتونه در افغانستان باشه یا در ایران، مخالفن. ولی این روزخانهای حاکم و اراذل اوباش فوری اینو بول میگیرن به عنوان دفاع مردم آمریکا
از رژیم جمهوری اسلامی، از حکومت الهی ما، و اینو میچسبونن به ریش خودشون. در 85 شهر و ایالت آمریکا مردم آمریکا به دفاع از انقلاب اسلامی و جنگ طلبی اوباما تظاهرات کردن. بعدم 3-4 تا تابلو رو نشون دادن که نوشتن جنگ نه صلح، و یکی دو تا هم از این عوامل خودشون قاطی اینا دو تا پرچم به طرفداری از جمهوری اسلامی گرفتن که بلافاصله مصاحبه‌ای که کردن گفتن ما اصلا به طرف جمهوری اسلامی که نیستیم هیچی، بلکه معتقدیم این رژیم داره مردم ایران رو به یک جنگ ناخواسته میکشونه. یعنی که ما میگم من همیشه گفتم یک جنگ نمیتونه برای ملت ما آزادی به وجود بیاره، ملت ما رو آزاد بکنه از دست روزخان ها و آخوندها و شرورهای فعلا حاکم. همه دستاوردهای ما رو حتی اگر اندک بوده در عرض 100 سال همه رو نابود میکنه، بنیادین نابود میکنه. بنابراین آقایون آخونده عادت کردن به اینی که هر حرکت دیدین اون نقدی میگفتی که این چپیه کم کم پشت کاخ سفید هم میندازن. این خیلی نشانه افتخاره. بعدم دیدید که با کمال افتخار میگم این جنگو آقای اوباما و آقای نمیدونم سرکوزی و آقای شیمون پرز و نمیدونم اینا تو بوق نمیکنن، اینا رو خود جمهوری اسلامی داره تو بوق میکنه. مقام معظم روزخان بزرگ دیدین چه جوری حرف زد روز جمعه، که الان همه جمهوری اسلامی تمام دستگاهاش ارتش و سپاه و بسیج و بعدم از کیسه خلیفه بخشیدن ملت ایران. همش گفت ملت ایران، کدوم ملت؟ ملت ایران مصمم در برابر شما بیسته. اگه راست میگی این جنگ پیش بیاد تا بهت بگم خدای نکرده این جنگ یعنی تجزیه میهن ما، این جنگ یعنی نابودی همه دستاوردهای صد و خورده ساله میهن ما و کشتار وحشیانه. چون این ملاها نیومدن این وسایل نمیدونم اتمیشون رو تو بیابونها بذارن، اون فردو و نمیدونم نتنز و عراق و اینا جاییست که اگه بوم بیفته نصف مردم شهر رو از بین میبره، یا فعالیتاشون در امیرآباد تهران میونه 4-3 میلیون آدم. بنابراین اینا که دیگه به اون پایه نرسیدن که فقط اونجا رو بزنن. همین الان نگاه کنین هواپیمای بدون سرنشین هر روز هی معذرت میخوان میزنه، از القاعده میکشه، رهبران طالبان میکشه، ولی عده زیادی مردم غیر نظامی رو میکشه. بنابراین دل خوش نباشین که اینا بزنن، ولی اینا میرن دیگه، آخوندا میرن. نه نمیرن آخوندا، صدام یه چیزی دیگه بود، نیروی زمینی اومد تو، ولی اینا گفتم برنامه پریشب میان ابو موسا رو میگیرن، خطر تجزیه خوزستان هست، رفتار زشت و مشمئز کننده و جنایتکارانه اینا با مردم کرد میهن ما، با عربهای ایرانی، با بلوچها و با مردم آذربایجان و تمام نقاط ایران اونقدر وحشیانه و وقیحانه و جنایتکارانه بوده که اگر یه اتفاقی بیفته همه اینها نه در تایید این رژیم، همه قیام ممکنه بکنن و همه ممکنه تحت تاثیر شرایط قرار بگیرن و مملکت ما تکه پاره بشه. این مسائل هم باید در نظر بگیرم همینان گرام. حالا آمدن تعداد بیشماری رو دستگیر کردن در همین چند روز، برخلاف انتخابات های قبلی عده زیادی رو گرفتن. حالا من اسم اگه بخوام ببرم بعد برنامه رو 10 دقیقه اختصاص بدم به اسامی کسانی که در همین چند روز گذشته گرفتن. یک دادگاه مسخره آقای دکتر مهدی خزعلی رو به 14 سال زندان به خاطر اینی که اون که اسلحه نداشته، که اون که نمیدونم با سازمان سیا و نمیدونم سازمان
موساد در ارتباط نبوده، اون از خود اینا بوده، در جنگ شرکت داشته، برادرش کشته شده، پدرش آیت الله العظمى خزعلی اون مرده که نمیدونم عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان و این بازیاست، القدیر نمیدونم تحت نظرشه، میلیاردها بودجه زیر دستشه، اینو گرفتن 14 سال زندان، 10 سالم خارج از زندان، ولی همه این 24 سال باید در براز جان باشه. اینا رو ببین چقدر خوش بینن تا 24 سال دیگه. خب وقتی یه حکومتی اینقدر وحشیه که با عوامل خودش این کار رو میکنه، شما میخواییم با ماها چی کار کنه؟ با بچه های ما حالا اومدن، ولی یه کارهای ظاهر جشت ارشاد رو از تو خیابونا جمع کردن، روزنامه ها نمیشن دیگه، شما تو خیابون کسی رو به علت اینکه موهاش بیرونه و چکمه پوشته، هم تو مرده که رادان میگفت اگه شما چکمه پوشی شلوارتو بکنی تو چکمه، بر خلاف دین الهی اقدام کردی. مرده که جانی چاهوکش حالا فتوام صادر میکنه، این گشت رو جمع کردن بردن. آقای صالحی وزیر خارجه میگه ما خودمون رو برای هر نوع سناریویی آماده کردیم، حتی جنگ. میگه مقام معظم روزخان بزرگ میگه ما آمادگی کامل داریم، اگه اونا میخوان به ما حمله کنن و صدمه بزنن، ما وسایلی داریم که انشاءالله به موقع خودش انجام میدیم. ولی اینا هم میهنان گرامی فریاد در تاریکی ترسه، چی کنن چی بگن؟ بگه ما ترسیدیم؟ این هارت و پورتا برای اینکه دستشون، الان شما اگه نگاه بکنید یواش یواش آدم ها سعی میکنن خودشون از رئیس روزخان ها دورتر کنن، کمتر شما این چهره ها رو میبینید. میکروفون رو بزنم دوباره، بله، کمتر میبینید این آدم ها رو دوره بر روزخان بزرگ، یواش یواش دارن خودشون میکشن کنار. و این خاصیت همه حکومت‌های استبدادی همینان گیره، به محض اینکه بوی الرحمن یه رژیم بلند شه، همه آدمایی که دورور اون دیکتاتور و مستبد بزرگ هستن خودشون میکشن کنار. گفتم صدامو میگفتن رئیس اجازه بده ما بچه‌مون رو بکشیم، فرار کرد. قذافی رو چی کار میکردن براش؟ همه فرار کردن. مبارک رو همونایی که تعظیم و تکریم و اینا حالا میذارنش تو برانکار میبرنش تو دادگاه، نگاش هم نمی کنن، چون اونا نوکر قدرت هن، نوکر جاذبه شخصی یه آدم نیستن که. حالا چون فرصت ندارن، فقط فرمایشات این رئیس دفتر مقام معظم روزخان بزرگ خدمتون برس بگم که ایشون میدونه خودش از شکنجگرها بوده، آقای محمد محمدی گل پایگانی میگه که به گزارش خبرنگار دفاعی، خبرگزاری فارس، خبرنگار دفاعی حجت الاسلام و المسلمین محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری در، اصلا شما باید این عکس ها رو ببینید، این مردک 200 کیلویی با اون قیافه دژم و احمقانش از در رسیده، این بقیه خب بالاخره چی باشه، این بوی گند مقام معظم رهبری رو میدید دیگه، همه اینجوری تعظیم به این مردک. و اینم گفته که حضرت آقا فقط کافی علامت بدن تمومه، تمام دنیا واله و شیفته حضرت آقا، حضرت آقا بگه بجنبی حتی کرمخاکی ها میجنبن برای نابودی جهان از شر استکبار جهانی. اینا رو آقای محمدی گلپایگانی گفته که شما مقام معظم رهبری رو نمیدونید، نمیشستید، فقط کافیه که میگه که اینجا اجازه دید. محمدی گلپایگانی با بیانی که رهبری هوشیار بینا، خب اگه رئیس دفتر رئیس روزخانامی حرفا نزنه من بگم، با بیانی که رهبری هوشیار بینا بصیر با افکار بلند داریم، گفت هرگاه فرد یا افرادی با ایشان دیدار میکنن از هوش و توانایی ها ایشان متحیر میشن. و یادم هست ما یه اصطلاحاتی داریم که نمیخوام در این برنامه به کار ببرم،
وگرنه خیلی روشن‌تر میشد مطلب. حالا شما اون مطلب رو هر چی میخواین خودتون فکر کنین بگید. و یادم هست روزی نلسون ماندلا رهبر آفریقا خدمت ایشان آمده بود، شما هم چیز شنیدی؟ و به ایشان میگفت رهبر من. آقای ماندلا به رئیس روزخانه گفته رهبر من. وی با بیان اینکه ما مردم بسیار خوبی داریم که در زمان جنگ از میهن دفاع کردن اظهار داشت. به عنوان مثال ما آقای قالیباف را به عنوان سردار داریم، هرچند ایشان شهردار هستند ولی مقام سرداری ایشان میچربد. خب ما هم شکی نداشتیم. بعد میگه که من یه دفعه برای خرید برای نیروی هوایی، شما ببینید مملکت رو ببینید، رفته بودم به مسافرت اروپایی و در اون مسافرت ها متوجه شدم که چقدر افسران ما میان کشورهای مختلف محبوبن. آخه یکی نیست بگه مرد که روزخون، تو چی کاره بودی که بلند شدی رئیس دفتر روزخانه؟ چی کاره بودی رفتی خرید برای نیروی هوایی؟ بله میگه که میخوام اون تیکر گیر بیارم که ایشون میگه من رفتم مسافرت، متاسفانه پیدا نمی کنم ولی چون باید بگردم و فرصت این کار رو ندارم. اما میگه که ما اون نیروی دفاعی رو داریم و اون ارتشی رو داریم که این پرنده آخرین مدل آمریکایی‌ها رو کشید پایین سالم و اوباما التماس که اینو به ما پس بدیم ولی ما محکم وایسادیم در برابرش. اما صحبت‌های هم آقای توکلی کرده که فرصت نیست، در یک فرصت دیگه شاید فردا اشاره کنم. پته پوته همدیگه رو همینان گرامی، آقای توکلی مال آقای رحیمی رو و آقای رحیمی مال آقای توکلی. خدا رو شکر همینان گرامی، خدا رو شکر این اراذل اوباش با هم بد شدن، با هم اختلاف مالی پیدا کردن سر تقسیم غنایم، هی همدیگه رو لو میدن. این میگه اون مدرکش قلابیه، اون میگه این رفته انگلیس به عنوان درس خوندن، خانوادش هم برده ولی انگلیس نمونده، رفته یک دانشگاه گران اسم نوشته، دکتراش قلابیه، ارشدیتش قلابیه. اون میگه ایشون تو خیابان فاطمی دوز بوده. اون میگه ما ده ها مدرک داریم که رحیمی دوزدی های مختلف شرکت کرده. آقای نوریزاد مینویسه که احمدی نژاد و دوروریاش، نمیگه رهبر، اینا همش مراهم روزخانه بزرگه. خب اگه اون نباشه کسی میتونه توی مملکت دزدی کنه؟ خب این سیستمه که اینا رو دزد کرده، اون سیستم جهنمی که در رأسش یه آدم عقب افتاده فکری که میگه موسیقی حرامه. یه فیلم دارم من، یه خانمی اومده ویولون میزنه برای خره، باور کنی یه شب میارم براتون نشونه. آقا به محض اینکه این ویولون میچرخونه این خره شروع کنه آواز خوندن و لذت بردن. دیگه بقیهش رو خودتون بخونی، دیگه من چی بگم دیگه. گفتگو میکنم با دکتر مصطفی دانش همینان گرام راجع به همین وقایع. درود بر شما دکتر دانش. خب دکتر دانش از کجا شروع کنیم؟ شما خودتون شروع کنید تا من شارژ بشم بقیه سوالا رو مطرح کنم. ببینید به نظر من مطالب زیاد میشه مطرح کرد و اینکه ایران ادعا میکنه، جمهوری اسلامی ادعا میکنه که در جهان اسلام در واقع مردم طرفدار اونن و صحبت از این میکنه که حتی ترکیه گفتم ترکیه باید بینندگان به این مطلب اشاره بکنیم که جنگ ترکیه با جمهوری اسلامی در واقع در عراق و سوریه داره انجام میشه و میدونین که ترکیه خواهان سقوط رژیم بشار اسد و میخواست ضربه اساسی رو به پیکره جمهوری اسلامی رو از طریق سوریه بزنه و جنگ ترکیه در عراق وجود داره. در چند روز پیش یه مشاجره یا برخورد لفظی شدیدی با الملکی اردوغان داشت و اردوغان در این مصاحبه در این صحبت با الملکی میگه که تو در واقع مورد حمایت جمهوری اسلامی هستی و به قول خودت با
وفادار نبودی که سنیارم در واقع در دولت خودت شریک بکنی و دولت یک دست شیعه به وجود آوردی و جنگ شدیدی بین همکنون ترکیه و ایران در رابطه با عراق وجود داره. از یک طرف دولت ایران و حکومت ایران طرفدار الملکی و شیعیان ترکیه است و در جنوب عراق سعی میکنه از میلیشیاهای مختلف شیعه دفاع بکنه، به اونا اسلحه میده، پول میده و اونا رو مسلح میکنه برای سنیا. و از طرف دیگه در واقع این ترکیه است که سعی میکنه با نفوذ اقتصادی و سیاسی بتونه جلوی ایرانو در عراق بگیره. هم اکنون حجم معاملات ایران با عراق در حدود 6 میلیارده ولی حجم معاملات تجاری ترکیه با عراق در حدود 20 میلیارده و ترکیه نفوذ زیادی کرده، بیش از 500 شرکت ساختمانی در شمال ترکیه در مناطق کردنشین امروز فعالند و میلیارد دلار در عراق، در عراق، در شمال عراق امروز فعالند و امروز ترکیه داره از نفت عراق در واقع وارد میکنه در آذربایجان هم تو در آذربایجان و داره سعی میکنه توسط لوله های نفتی که عراق در به بندر سیحون در دریای مدیترانه سیحان کشیده در مدیترانه داره استفاده میکنه و به زودی از طریق لوله های گاز که به اروپا خواهد رفت گاز عراق ازش استفاده میکنه و نفوذ میکنه به پشتیبانی از وحدت العراقیه علاوی، ایهاد علاوی و این جنگی است که وجود داره. و جالبتر از اون اینه که آمریکا بعد از خروج نیروهاش از عراق در دسامبر امسال با اینکه 16000 نفر کارمند سفارت آمریکا در عراق داره ولی اون نفوذ سیاسی رو دیگه نداره، در واقع این کارو به عهده ترکیه گذاشته که بر علیه جمهوری اسلامی در عراق مبارزه کنه. یعنی در واقع این وضعیت ترکیه این نشون دهنده اونه که با تمام کوششی که جمهوری اسلامی میکنه و ادعا میکنه که کشورهای جهان عرب در کنارش قرار گرفتن، نشانه یا مثال ترکیه بهترین نمونه است که نشون بدیم که ایران در انزوای کامله. و اگه بخوایم درباره نقش قطر صحبت بکنیم آقای فرجی، بسیار جالبه. شما هفته پیش یا دو روز پیش ما درباره قطر صحبت کردیم. همکنون در قطر یک نمایندگی، دفتر نمایندگی طالبان به وجود آمده و تابلای این دفتر نمایندگی طالبان به این ترتیبه: امارات اسلامی افغانستان. و آمریکا اینو پذیرفته و قطر تونسته در واقع این تروریستای طالبانو که در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفته بودن، جمهوری اسلامی به اونا کمک مالی، نظامی و اسلحه میکرد، اینا رو در کنار خودشون قرار بگیرن و برای جمهوری اسلامی استفاده بکنن و آمریکا داره در قطر با طالبان حتی مذاکره میکنه. یعنی من یه خیلی عذر میخوام حرفتون قطع کنم، شما یادتون باشین من اینو به عنوان سوال از شما میخوام مطرح کنم. ببینید، ترکیه خیلی مزورانه اون ابتدا برای اینکه جلب توجه کشورهای عربی و مسلمان رو بکنه، اون مسئله کشتیاری که بره به غزه رو مطرح کرد، اون برخوردار رو با اسرائیل ولی به تدریج کمرنگ شد این مسئله، تونست جا باز کنه تو کشورهای عربی و تو کشورهای مسلمان. حالا که مسئله ایران عمده شده و اکثر این کشورها حتی کشورهای عربی دارن تمایل نشون میدن به اسرائیل، دوباره این نقش رو داره ترکیه بازی میکنه که بین اعراب و مسلمان ها و اسرائیل واسطه بشه. درسته این؟ این اون چیزی که ترکیه، نقشی که ترکیه بازی میکنه در منطقه بسیار مزورانه است، هر چیزی شما به درستی گفتید. زمانی همینطوری که گفتین ترکیه ادعا میکرد که مخالف شدید اسرائیل، ولی امروز ترکیه در عملا در کنار عربستان سعودی، آمریکا و ناتو و غیر مستقیم در کنار اسرائیل بر علیه سوریه اقدام میکنه. میدونین که بخش عظیمی از شورشیان سوریه به خصوص بخش نیروهای ارتشی که در سوریه میجنگن امروز مقرشون در ترکیه است و کمک نظامی مالی از طریق ترکیه به اونا میشه و امروز کوشش میکنه ترکیه در واقع ایران رو در انزوای کامل در منطقه، جمهوری اسلامی رو در انزوای کامل قرار بده و این غیر مستقیم همون سیاستی است که اسرائیل میخواد. و شما در صحبت‌های این اواخر سیاستمداران اسرائیل شما یک جمله در مخالفت با ترکیه نمی‌بینین و حتی اردوغان دیگه مسئله سوریه اسرائیل رو مطرح نمی‌کنه و مخالفت نمی‌کنه و کاملاً کامل صحبت شما درسته و در واقع ترکیه تونسته آلترناتیو باشه در رابطه با جهان اسلام و ایران رو عقب بزنه. و من صحبت کردم از قطر و این دولت کوچکی با جمعیت چند سی هزار نفری چنین نقشی رو بازی میکنه، نه تنها در رابطه با حماس قطر امروز نقش مهمی رو بازی میکنه. دو روز پیش در واقع امیر قطر واسعه آشتی
دولت یا تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس و هنیه شد. هنیه بعد مشعل شد، در اونجا قراردادی بستن که به زودی دولت ائتلافی رو به سرپرستی و زیر کنترل محمود عباس بود. نه رفتن اینا ملاقات پادشاه بهره، این که اینا پشتشون کاملا درسته. و جالبتر از اون اینه که آقای فرجی، رژیم ایران و خامنه ای در روز جمعه چنین ادعا کرد که به کمک حزب الله لبنان شتافته و در جنگ 33 روزه اون بوده که باعث پیروزی حزب الله شده. من همین امروز سخنان حسن نصرالله رو، رئیس حزب الله رو میخوندم. سابقا حسن نصرالله همیشه ادعا میکرد اگه جنگی برای ایران شروع بشه حزب الله در کنار ایران خواهد بود و صحبت از این میکرد که منطقه رو آتش خواهد بود. امروز در تمام صحبتاش از این مطرح نمیشه و چنین مطرح میکنه که ایران خودش جمهوری اسلامی قادره چنین کارو انجام بده. میگه ما مستقلیم و چنین و میگه که جمهوری اسلامی از ما نخواهد خواست که ما دخالتی ادا بکنیم. در واقع باید اینم اشاره بکنیم که حزب الله داره سیاستشو در واقع عوض میکنه. حزب الله امروز در کنار امیر قطر داره قرار میگیره. امیر قطر در مناطق جنوبی لبنان و جنوب لبنان میلیاردها دلار داره خونه سازی میکنه برای شیعیان و نشون میده که میتونه جای جمهوری اسلامی و پولهایی که جمهوری اسلامی تا به حال میاده بگیره. اینا نوکر پولن همونطور که فلسطینی‌ها میکارن. کاملا درسته. و امروز هانیه و دولت حماس در کنار ترکیه قرار گرفته. در چند روز پیش آقای اردوغان در یک جلسه سخنرانی میکنه در تو آنکارا، ناگهان هانیه وارد سالون میشه، آقای اردوغان سخنرانیشو قطع میکنه، هانیه را در بغل میگیره، میگه ما بودیم که باعث تفاهم بین تشکیلات خردگردان فلسطین محمود عباس و شما شدیم و خواهان این بود که در واقع جای جمهوری اسلامی رو که صدها میلیون دلار تا به حال به حماس کمک کرد ترکیه بگیره. و حتی صحبت از اینه که مرکز حماس، یعنی مرکز آقای خالد مشعل که در سوریه در شام بود، منتقل بشه به ترکیه در آنکارا. یعنی در واقع جمهوری اسلامی در انزوای کامل قرار گرفته و حتی همپیمانان نزدیکش مانند طالبان که به اونا کمک میکرد، حماس و امروز حزب الله دارن در کنار کشورهای عربی، قطر، عربستان سعودی قرار میگیرن و این نشان دهنده اینه که جمهوری اسلامی در انزوای مطلق حتی در منطقه بین همپیمانان سابق خودش داره قرار میگیره. ببین دوستان دانشمند، بحثم بر سر اینه، تمام این کشورها، تمام این دستجات، تمام این سازمانهایی که شما اسم بردید و به درستی هم اسم بردید، اینا دنبال منافع ملیشون هستن. این فقط حماقت این چاقوکشا و روزخانه هاست که میگن خط قرمز ما بشار اسده، خط قرمز ما فلسطینه، یعنی فلسطین منظور غزه است، خط قرمز ما نمیدونم حزب الله است، در حالی که اینا همه نشون دادن هیچ کدومشون وفادار نیستن به اون شعارهایی که دادن. کاملا درسته. آخه ببینید حزب الله برای چی امروز دنبال جمهوری اسلامی بدوه؟ حزب الله میبینه که رژیم بشار اسد در حال سقوطه، با اینکه حسن نصرالله از سوریه و بشار اسد در این سخنان امروزش هم حتی حمایت کرده، ولی حزب الله واقع‌بینه و میبینه که رژیم سوریه در حال نابودی است و حزب الله میدونه که کمک‌های نظامی که ایران میکرد، موشکایی که ایران به حزب الله میداد، فقط از طریق سوریه بوده و اگه سوریه نابود بشه و رژیم بشار اسد از بین بره دیگه حزب الله کمکی نمیتونه بگیره. پس بنابراین باید موضعش عوض بکنه، به طرف کشورهای عربی و سنی ها بره بر علیه جمهوری اسلامی و همین جریان در رابطه با حماس صدق میکنه. دوست دانش، یه چیزی رو من یه نکته رو از صحبت‌های حسن نصرالله یادداشت کردم و اون اینی که میگه که ما در ابتدای مبارزاتمون که داشت حزب الله شکل میگرفت، ما گفتیم جمهوری اسلامی لبنان رو میخوایم به وجود بیاریم. بعد ازش میپرسن ولی حالا چی؟ میگه نه. میگن چرا؟ میگه برای اینکه در اون زمان یه عده‌ای بودن در لبنان صحبت بر سر این میکردن که لبنان باید اینطوری بشه، به شکل فدرال اداره بشه فلان اینا. ما هم گفتیم ما حکومت اسلامی، ولی الان این نظر نداریم، بلکه رسیدیم به این نتیجه که اینجا جمعیت‌ها، قبایل، افکار، نظرات و دین‌های مختلفی از و مذاهب مختلفی از دین اسلام وجود داره، بنابراین هر کس میتونه کار خودشو بکنه. ببینین لبنان یک کشور چند ملیتی است و فرقه‌های مختلف مذهبی در اون وجود داره. اگر حزب الله بخواد در واقع جمهوری اسلامی شبیه ایران به وجود بیاره، باید بدونه که جنگ داخلی در اونجا به وجود میاد. حزب الله نمیتونه چنین کاری بکنه. حزب الله در 3 سال پیش توجه بکنین با وزادت امیر قطر در دوحه حکومت ائتلافی را با پسر حریری، رفیق حریری
ساعد حریری به وجود آورد. بله. و امروز در واقع حکومتی که در لبنان وجود داره، اکثریت وزرا وزرای حزب الله و حزب الله مجبور در کنار نیروهای دیگه قرار بگیره، برای که در یک کشوری که بیش از 60% اون غیر شیعه هستن، سنی هستن، مسیحی هستن و ملیت‌های مختلف زندگی میکنن، هر نوع به وجود آوردن جمهوری اسلامی جنگ داخلی خواهد بود، همونطوری که خطر جنگ داخلی در سوریه امروز وجود داره. ببینید سوریه هم در همین شرایط قرار داره. سوریه کشور چند ملیتی است و بیش از 40% از مردم سوریه در واقع مسلمان نیستن، مسیحی هستن، دروزی هستن و فرقه‌های دیگری هستن. هر گونه اگه بخواد در واقع در سوریه اخوان المسلمین در آینده قدرت رو بگیرن و جمهوری اسلامی به وجود بیارن، خطر جنگ داخلی زیاده. مانند ایران نیست که 90-95% شیعه باشن و 10% هم سنی باشن، همه مسلمان باشن، بتونن چنین جمهوری اسلامی رو به وجود بیارن. پس بنابراین حسن نصرالله و دیگران واقع‌بین هستن و میدونن در شرایط لبنان نمیتونن جمهوری اسلامی که ایران میخواد مانند ایران در اونجا به وجود بیارن. نه، در تایید حرف شما، امروز دولت ترکیه دخالت کرده به خواهش جمهوری اسلامی. 11 نفر از اون کسانی رو که رفته بودن تو ترکیه توی سوریه دستگیرشون کردن، امروز اومدن تحویل دادن این شورشیان سوریه یا مبارزین سوریه، تحویل دادن به ترکیه و ترکیه اینا تحویل. میخوام بگم هم نقش انسان دوستانه این ترکا دارن بازی میکنن، هم نقش اقتصادی بسیار درخشان. شما میدونید که آقای دکتر دانش وضع این ترکای ترکیه چجوری بود توی آلمان؟ ببینین آقای فرجی، ترکیه سیاست خیلی دقیقی داره. از یه طرف نفوذ سیاسی و منافع سیاسیش در منطقه مطرح است که بتونه خودش آلترناتیو نشون بده و بتونه در جهان سنی و در جهان عرب بتونه نقش اساسی رو بازی کنه. از طرف دیگه منافع اقتصادی داره. منافع اقتصادی خوش همزنی گفتم در عراق داره تأمین میکنه. منافع اقتصادی ترکیه در واقع این هم هست بتونه نفت ایرانو در که در حال تحریمه به طور بسیار ارزانی از ایران تحویل بگیره. من خودم در جنگ ایران و عراق چندین بار در ترکیه بودم. در اون زمان صدها کامیون و تانکر ترکیه روزانه به ایران وارد میشدن و نفت ارزان ایرانو میخردن. چندین بار من در مناطق شمالی عراق بودم در زمانی که صدام حسین در تحریم بود، در مناطق جنوبی ترکیه هم مرز عراق بودم. روزانه 1000 تانکر ترکیه وارد عراق میشد و نفت ارزون رو با اینکه تحت تحریم بود میخریدن و به ترکیه وارد میکردن. در واقع ترکیه یک سیاست بسیار بسیار موزیگارانه ای رو داره پیش میبره. از یک طرف منافع اقتصادیش، میدونین که امکانات اقتصادی ترکیه نداره، نفت و گاز نداره و از نفت و گاز کشورهای دیگه داره استفاده میکنه، و از طرفی نفوذ سیاسیش که داره در رابطه با ایران در منطقه پیاده میکنه و با موفقیت بسیار زیادی هم داره در منطقه بر علیه ایران فعالیت میکنه و نفوذ میکنه. دکتر دانش، من هیچ وقت تو زندگیم نسبت به هیچ کشوری حسادت نداشتم، ولی باور کنید اینو صمیمانه میگم، نسبت به این جریان ترکیه و این وضع فلاکتواری که میهن ما پیدا کرده با اون همه امکانات به اصطلاح ثروت‌های زیر خاک مملکت ما، اون استعدادهای عجیب مردم ایران، چند میلیون میدونید 7 میلیون ترک در حدود 2.5 میلیون ترک در فقط در آلمان هستن، حدود 7 میلیون خورده در سراسر اروپا هستن، اینا هیچ کدوم نتونستن اون نقش اندک ایرانیاری که در اونجا بودن بازی کنن. ولی با وجود این من الان میبینم این ترکیه به قول شما نه نفت داره، فقط از راه عبور این به اصطلاح لوله‌های نفتی و گاز 3 برابر درآمد ایران، حالا منهای جهانگردی و توریسم و متأسفانه پیشرفت‌های اقتصادی ایران سالانه 0 امروز، ولی ترکیه 10%. خب این خودش گویای شدن هشتمین قدرت اقتصادی دنیا. شما که می‌دونید کاملا درسته، با اینکه نه نفت دارن نه گاز دارن نه منابع زمینی دارن، 20 میلیون گردشگر داره میره ترکیه الان. حیرت آوره، در عرض این چند سال گذشته همینطوری سعودی دارن اینا میرن بالا و خب آدم لجش میگیره. آقای دانش، من واقعا نگاه میکنم میبینم این مملکت با این همه استعدادها، با این همه آدمای تکنوکرات، با این همه امکانات مالی و هیچ افتاده گیر دست یه در روزخان، حالا ما شرایطی قرار گرفتیم که باید به ترکیه التماس کنیم 11 نفر رو اینجا آزاد کنیم، اونجا 12 نفر رو نمیدونم اونجا گرفتن. حالا خیلی سپاسگزارم دکتر دانش، مرسی آقای فرجی، محبتتون که امشب هم در برنامه من اومدید. همینان گرامی، وقت برنامه من در همینجا به پایان میرسه. خوشحالم به آگاهیتون برسونم که پرویز قاضی سعید همکار خوب من حالش بهبودی پیدا کرده بسیار زیاد، و امروز همکار دیگر من ثابت ایمانی گفتگو کرده بود با پرویز قاضی سعید. من امیدوارم که فردا یا
در هفته آینده، در اوایل هفته آینده، پرویز قاضی سعید همکار بسیار نازنین من دوباره به کار خودش برگرده و اون تفسیرهای بسیار جالبش رو عرضه بکنه. خیلی درد دل هستم میهنان گرامی، متاسفم وقت من اجازه نمیده که بیشتر راجع به این مسائل صحبت بکنم، ولی هممون آرزو بکنیم که یا این روزخانها و اراذل و اوباش از اون مملکت ما گمشن و برن، و یا اتفاقی غیر از جنگ بیفته و ما راحت بشیم از حکومت اراذل و اوباش و روزخانها. سپاسگزارم که به برنامه من توجه کردید. تا برنامه فردا، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.